مازیار کاظمی، کارشناس مرامت آثار تاریخی از بریزبن با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای کاظمی. قبل از هر چیز در ارتباط با ارزش تاریخی این سنگ نگاره ها برای ما بیشتر توضیح میدید. خواهش میکنم. همطور که میدونیم این سنگ نگاره ها جز هنر صخره‌ای محسوب میشن، یعنی به یه شکلی روش ثبت وقایع زندگی مردم پیش از تاریخ بعد از اینکه در واقع کار نقاشی روی غارها انجام میدادن و در واقع زندگی خودشون رو و شکل زندگی خودشون رو به اون صورت ثبت میکردن، از یک مرحله وارد به مرحله در واقع حکاکی روی سنگ ها میشه. یعنی اینکه این در واقع نقوش بیانگر زندگی مردم در 4000 سال پیش بوده. عمده این نقوش هم نقوش بز کوهی انسان ها، یعنی نقوش جانوری و انسانی هست که بیانگر شیوه زندگی مردم رو در اون سال ها نشون میداده. به یه شکلی مردم در واقع مردم کوچنشین، مردمی که در حال شکار، مردمی که در حال در واقع رمه‌داری بودن، زندگی خودشون رو در واقع به شکل تصویری روی سنگ‌ها صرف می‌کردن و این منبع اطلاعات بسیار مهمیه برای ما، برای تمام کسانی که میخوان اطلاعاتی پیدا بکنن از شیوه زندگی مردم در 3 یا 4 یا 5 هزار سال پیش. در واقع یک اطلاعات تصویری از مردمی که پیش از ما زندگی میکردن که بسیار حائز اهمیت برای مطالعات باستان شناسی. آقای کاظمی، به عنوان کارشناس مرامت آثار تاریخی، به ارزیابی شما از نحوه نگهداری این آثار باستانی چه هست؟ شاید بتونم این بخش در واقع نگهداری آثار رو به دو بخش در واقع تقسیم بکنم. بخشی که مربوط به مشخص کردن حرائم آثار تاریخیه، یعنی در واقع اثر تاریخی از گزند پروژه های عمرانی و در واقع عوامل تخریبی بیرونی حفاظت بشه، و بخش دوم برای حفاظت از خود آثار است. برای این در واقع سنگ‌نگارهای دیزر می‌بینیم که سطح ملی شدن، فنسکشی شدن و در واقع عرصه این آثار مشخص شده. اما حریم این آثار به درستی معلوم نیست. تاپ‌های این آثار داره استخراج سنگ انجام میشه و این استخراج سنگ داره یواش یواش نفوذ می‌کنه به خود اثر. اینها در واقع مشکلات عمده‌ایه که برای بیشتر آثار تاریخی در کشور هم وجود داره، یعنی حریم رو مشخص نمی‌کنن، در نتیجه پروژه‌هایی که قراره در اونجا شکل بگیره، چه پروژه‌های عمرانی، خصوصی، دولتی، نمی‌دونن که این حریم تا کجا هست، تا کجا می‌تونن در واقع نزدیک بشن به آثار، و این وظیفه میراث فرهنگی است که حریم این آثار رو مشخص بکنه. برای خود آثار هم باید به صورت موضعی حتماً تدابیری اندیشیده بشه، یعنی اینکه این سنگ‌ها نباید رها بشه، باید براش در واقع در مقابل شرایط جوی حفاظت‌هایی انجام بشه و این به اصطلاح دو بخش با هم دیگه میتونن این اثر رو در واقع نجات بدن در طول تاریخ. سپاسگزارم از شما مازیار کاظمی، کارشناس مرامت آثار تاریخی از بریزبن همراه ما.